قدرمن لیدونکو، په بحث کې راسره په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د قونصلي چارو مسؤول صفي الله دلاور میلمه دی، او د افغانستان په اړه افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی د څرګندونو په اړه به ورسره بحث وکړو. آقای دلاور، خیلی خوش آمدین به برنامه. شما حتما اظهارات اخیر آصف درانی را شنیدین که گفته آسیب ها و صدمه هایی که پاکستان در چهار دهه اخیر از جانب افغانستان متحمل شده بیشتر از صدمه هایی است که پاکستان در سه جنگ با هند متقابل شده است. به نظر شما واقعا چنین است و چرا درانی این گونه اظهارات را در چنین وضعیت بیان کرده؟ سلام بر شما و دیمیلده های محترمتان. خب آقای درانی هم مانند سفیر سوئیسی که مجبور هستند کنمو راهایی که حضرت گروه نظامیشان یا به اصلاح اصلاح برش پرداده میشه او رو تحقیق بکنن و چنین اظهارات را در اینستیتوت صلح ارائه کردن. این اظهارات آقای درانی ضمن از اینکه صحیح نیست، درست نیست و علاوه بر اینکه موجودی افغانستان و افغانها برای هند، برای پاکستان یک باعث اضطراب نبوده، بلکه برعکس پاکستان اکثرا از افغانها و افغانستان در طول چند دهه گذشته بسیار زیاد نفع برده. اگر بسیار به تاریخ دورترش نمیگم، به خود پاکستان چندان تاریخ تعیین نداره، ولی از چند دهه قبل در ابتدا پاکستان به نام جهاد از عرب و از سایر افرادی که تحت نام اسلام و جهاد به افغانستان کمک میکردن، البته منافعشان بسیار زیاد نفع برد. بعد از 11 یا واقع 11 نوامبر، وقتی که برای پاکستان و خارج مشرف اختیاری داده شد که یا با امریکا باشه و یا علیه امریکا، مشاورینش اینمی مشوره را برش دادم که میتونن از افغانستان نفع زیاد را ببرن. چنین هم شد. در طول دو دهه گذشته تحت عنوان از اینکه و نیروهای نظامی ناتو و امریکا کمک میکردن و خاک خود را به خدمتشان گذاشته بودن، تا دین اونها دلار را دریافت کردن. مهمتر از او، به اساس در ارتباط با مهاجرین افغانی در پاکستان زندگی میکنه، متاسفانه از دهه ها بر سر از با تجارت میکنن و به نام های آنها زیاد منافع دریافت. دلاور صاحب، ډېر وبخښه تاسو خبر قد کوم. د ښاغلي دوراني څرګندونې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدون د زیاتېدو څخه وروسته فکر نه کوي داسې څرګندونې کړي، ځکه پاکستاني چارواکي هم وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته ورته ویل فیضي صاحب، دوی متاسفانه مجبور دي چې د نظامي او پر اساس باندې دا نظریات وړاندې، او په دې کې هېڅ شک نشته لکه څنګه چې تاسو وایاست چې دا د هغو حلقو یا د هغو کړیو چې اوس د پاکستان لپاره د نحمي باعث ګرځي، د هغه تهدید د یو جواب لپاره ځان تاسو په بګراوند کې ډېر ستر غږ اورم، خو دا جو چې زما غږ تاسو واضح وي. مهرباني. نو بلکل ډیره غاسه ده. دی البته پاکستان په دې خوبولو او داسې فکر کول چې چېرته طالبان په قدرت ته ورسیږي په افغانستان کې، او دوی وکولی شي چې له دې نه به ښه استفاده وکړي او خپل هغه موخو او اهدافو ته به ورسیږي چې ډېره بریده رسېدلی هم دي البته په دې هکله. اما جنګړي ګروپونه هلته اړیکې سره لري، او دا د یو ایډیولوژي پر اساس ده، البته په مشرانو کې به یې اړیکې سره موجودې وي، خو ټیټ رتبه افراد وي کله چې داسې یو حالات په افغانستان کې ویني، اوس دوی هم داسې فکر کوي چې دوی کولی شي چې د پاکستان د دغه ناامنه حالت او دا کړکیچن حالت صفیلا هلته پکې موجود ده، له هغه څخه په استفادې دوی هم قدرت ته ورسیږي.
نو د فشار د اچولو پر افغانستان باندې د اوسنی حالت په نظر کې نیولو سره د دې منطقې هغه حمایت ډیر زیات ضرورت لري. یو هدف دی، دوم د غواړي سي هغه وړي حلقې سي اوس سوکا سوکا د پاکستان در ولکین هم وزي، هغه چون هلته بلوڅ هغه خپل حق وښتن کې هم را پورته شوي دي، او همدار از د ټي ټي پی سي دا په ډیره واضحه توګه د ایس آی یوه پروژه ده، اما سوکه سوکه هغه چې رتبه افراد سي هغه واقعا د ایدیولوژي لپاره کار کوي، او هغه خپلې کړنې ترسره کوي د هغو د کنټرول وتلو پر اساس باندې هم، نو دوی مکلف دي چې دغسې اظهارات وکړي او دغسې یو نگرانی سره مخامخ اوسي. بله، خب آقای دلاورد، با توجه به سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و اعلامیه مشترک آنان در خصوص تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان، روابط طالبان را با این دو کشور در این مقطع زمانی چگونه ارزیابی میکنید؟ در ابتدا خود رابطه ایران و پاکستان یک رابطه هست قابل مکس، چون فقط چند ماه قبل شما همه ما شاهد حملات راکتی هر دو کشور بالا یکی دیگر و همچنان متهم کردن یکی دیگه آنها بر ارتباط به گروه های جنگی که به منافع ملی کشور متقابلشان ضرر میرسانه یکی دیگر را متهم کردن. هم پاکستانی ها میگن که ایرانی ها از بلوچ هایی که در داخل پاکستان میخواین که جدای طلب باشن و استقلال خود را بگیرن از وا حمایت میکنن و همچنان برعکس. ارتباط از جا بر رابطه خودشان با در نظر داشتیم وضعیت فعلی که فعلا ایران همراه اسرائیل هم مواجه هستند و باید هم مانورهای منطقوی را نشان بدن، و از طرف دیگه هم پاکستان که در صاحب یک حکومت جدید دست نشانده و البته با استفاده از تقلبات متعدد به حکومت رسیدن و دو حزب که حکومت جدید تشکیل دادن، هر دو حزبشان حزبی است که در گذشته با بدنامی ها مواجه هستند، یا می خواهیم که ها نامی داخل داده و بین خود یک مانور خود نشان بکنند. په واشنگتن کې د افغانستان په خونه د قونسلی چارو مسول سیف الله دلاور صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ. یک جان تشکر از وقتتان. شکر.